فصل هشتم. هنگامی که بره هفتمین مهر را گشود، نزدیک نیم ساعت در آسمان سکوت برقرار بود. و من دیدم که هفت شیپور به هفت فرشته‌ای که در پیشگاه خدا ایستاده بودند داده شد. در این وقت فرشته‌ای دیگر آمد و پیش مذبح ایستاد. او عودسوز زرینی به دست داشت و مقدار زیادی بخور به او داده شد تا به همراه دعاهای همه مقدسین بر مذبح زرین جلوی تخت تقدیم نماید. دود بخور از دست آن فرشته همراه با دعاهای مقدسین به پیشگاه خدا بالا رفت. فرشته عودسوز را برداشته آن را از آتش مذبح پر ساخت و آن را روی زمین افکند. آنگاه رعد و برق و صدای مهیبی برخاست و زمین لرزید. هفت فرشته‌ای که هفت شیپور به دست داشتن آماده شدند تا در آنها بدمند. اولی در شیپور خود دمید و تگرگ و آتش آمیخته با خون بارید و بر روی زمین فرو ریخت. ثلث زمین و ثلث درختان و همه سبزه ها سوختند. دومین فرشته در شیپور خود دمید. چیزی مانند کوهی مشتعل به دریا افکنده شد و ثلث دریا به خون مبدل گردید و ثلث موجودات زنده دریا مردند و ثلث کشتی‌های آن غرق گشتند. سومین فرشته در شیپور خود دمید و ستاره بزرگی که مانند مشعل بزرگ و سوزانی بود از آسمان بر روی ثلث رودخانه‌ها و چشمه‌سارها افتاد. نام آن ستاره خاراگوش بود و ثلث آب به زهر مبدل گردید و بسیاری از مردم به علت آن مردند، زیرا آب سمی شده بود. چهارمین فرشته در شیپور خود دمید. چنان ضربه‌ای به ثلث خورشید و ثلث ماه و ثلث ستارگان وارد شد که یک سوم آنها تاریک شدند و ثلث نور روز و ثلث نور شب از بین رفت. آنگاه من عقابی را دیدم که در آسمان پرواز می‌کرد و با صدای بلند می‌گفت: وای 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 بر ساکنان زمین، زیرا که هم اکنون سه فرشته دیگر شیپورهای خود را خواهند دمید.